با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر جهان. خب خواستم درباره اینکه آیا آقای روحانی و دور و دستش وزیرانی که به منافع ملی توجه نداشتن و یا میتوان گفت به نوعی خیانت کردن، غافل شدن از منافع ملی، حالا یا عمدی یا سهوی، آیا اینها باید محاکمه بشن یا نه؟ یک کلیپ کوتاهی به دست من رسید و میخوام بگم که از مردم ایران اگر بپرسین، باور کنین اگر از 100 نفر بپرسین چه بسا مطمئنم 95% مردم میگن اینا حتما باید محاکمه بشن. خب بذارین این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. خب میگه که محاکمه جهانگیری و روحانی حراج 60 تن طلای ایران و 18 میلیارد دلار ارز. خب در هر صورت این آقای جهانگیری یکی بود، ولی اون رئیس بانک مرکزی که به دستور آقای روحانی عمل کرد اون هم همونقدر مقصر شریک جرمه. بریم این کلیپ رو با هم دیگه گوش کنیم ببینیم که چی گفته میشه. رئیس کل بانک مرکزی سابق در دادگاه پرونده‌اش باز شده و داره محاکمه میشه. خب چه اتفاقی افتاد تو دوره ایشون؟ ببینید 60 تن ذخیره طلا که از زمان نادرشاه جمع شده تو این کشور در دوران آقای سیف و در دوران این دولت از دست رفت، به باد رفت، به تار. خب میدونین که در ایشون داره میگه که این یه برنامه‌ای هست که از شبکه 3 صدا و سیما پخش شده و برای همین من اینو دارم اینجا پخش میکنم موجهه. خب از زمان نادرشاه این طلا جمع شده، یعنی طلا یه چیزی نیستش که ایران کشور طلاخیزی نیست. با اینکه من یه مقاله ای رو خوندم چندی پیش که در نواحی اصفهان یا اونجاها معادن طلا هست، ولی خب طلا، استخراج طلا یه پروسه بسیار هزینه بر هست و معادن طلا ما آنچنان نداریم که اینطوری بخوان بذر و بخشش کنن. حراج رو داشتن 13 میلیارد دلار ارز و دلار خزانه این کشور دادن رفت به این رفقا خودشون، بعد بالا دست ایشون محاکمه بشه. اونی که بهشون دستور داد برو طلا رو بده، بعد امروز محاکمه بشه. اونی که بهشون دستور داد دلارها رو اینجوری توزیع کن تو بازار آزاد، بعد امروز محاکمه بشه. آره آقای سیف اومد گفتش که من نبودم، من مخالف بودم، ولی آقای روحانی دستور داد. خب میخوام بگم که اگر یک شخصی داره برای یه آدم بزهکار کار میکنه و اون بزهکار داره خلاف منافع ملی عمل میکنه، اون شخص اگر که وطن پرست باشه یا در واقع وطن فروش نباشه، استعفا میده میره و اون رئیسش یا رئیس جمهور هم رسوا میکنه و میاد بیرون میگه که مردم این داره این برنامه ها رو داره پیاده میکنه، این کارا رو داره میکنه. ولی خب چون اونم فکر خودش بود، به فکر منافع خودش و پست و مقام خودش بود، خب میاد اینجا مسئولیت از دوش خودش برمیداره، همه رو میندازه گردن آقای روحانی. نه، اینا همشون شریک جرمن. اونی که به ایشون دستور داد دلار با قیمت نزدیک مفت، یعنی قیمت مصوبه دولتی بده به صرافی های آشنای خودشون که اینو بیان به قیمت بازار آزاد بفروشن به بهانه پایین آوردن نرخ از بعد امروز محاکمه بشه، البته آقای سیف هم باید پاسخگو باشه. ولی ما میگیم باید معاون اول پاسخگو، برای جهانگیری پاسخگو، برای رئیس جمهور پاسخگو باشه. زمان محاکمه اینا فرا خواهد رسید، به نظر این زمان دیر نیست. انشالله من که دعا میکنم و میخوام از مقامات، از قوه قضاییه، از مجلسمون میخوام که اینها محاکمه بشن و میدونم که این حرفی رو که من دارم میزنم حرف دل ملت ایرانه، حرف دل 99% از ملت ستم دیده ایرانه که چقدر دست این 8 سال روحانی و دار و دستش کشیدن و چقدر ظلم و ستم بهشون روا شده و چقدر به منافع ملی ما و ایران عزیزمون تجاوز شده. مگه تجاوز شو خودم داره؟ همینه دیگه. خب در صورت اینم این عکس آقای روحانی و این وزیرانش هست. من نمیخوام بگم تمام این آدما آدمای بزهکاری هستن یا افرادی هستن که خب کارهای خلاف منافع ملی انجام دادن، ولی آقای ظریف و دار و دستش، یعنی وزارت امور خارجه، اون آقای نوبخت که
مسئول بورجه هستش و اون آقای جهانگیری، اون آقای زنگنه و خب بقیهشون رو اندازه کافی درباره کمکاریاشون نمیدونم که بخوام اینجا صحبت کنم، ولی سردسته اینا خودم این آقای روحانی اینا حتما باید محاکمه بشن و شنیدم که اینها الان ممنوع الخروج شدن، خدا رو شکر. خب ببینین چرا حالا ما میگیم که اینا باید محاکمه بشن؟ مگر میشه که یک دولتی بیاد و برای خودش هر غلطی که میخواد انجام بده، هر تجاوزی هست که به منافع ملی انجام بده و سفره مردم رو اینقدر کوچیک کنه و اینقدر مردم رو آزار و اذیت روانی بکنه و اقتصاد مملکت رو اینطوری به اینجا برسونه، روزی 1000 میلیارد تومان برای کسر بودجهش بیاد هی تولید خلق پول بکنه، یعنی کاغذ چاپ بکنه، هی بیاد این دولت رو گسترش بده. خب ببینین وقتی که به میزانی که دولت بزرگتر باشه، به همون میزان اینا باید بیشتر خلق پول بکنن، چون وقتی تولیدات رو حمایت نمیکنن، عمدن حمایت نمیکنن، ناچارن خلق پول بکنن که خب حقوق و هزینه هایی که خب دولت داره بدن. برای مثال یه بخش مهمی از اون سیستم خب دفاعی ماست، دفاعی ما باید که پولشون رو بگیرن. خب اینا چیکار کردن؟ حالا چقدر هم دفاعی رو اذیت کردن، چقدر اونا رو هم کسر بودجه داشتن، عقب انداختن بودجهشون رو، بهشون کم دادن یا دیر دادن. خب در هر صورت این دولت بسیار بی عرضه بوده در اینکه تولیدات رو راه اندازی بکنه. وقتی شما تولیدات داشته باشین اندازه کافی، اگر که حالا نفت رو بفروشین و پولش رو بگیرین، ولی دوباره پولش توی مملکت و بانک ها هم باشته بشه، بازم اون ایجاد تورم میکنه. برای اینکه تورم ایجاد نشه، راهش اینه که تولیدات ایجاد کنین، ساخت و ساز انجام بدین. خود ساخت و ساز با خودش در 300 زمینه کار میاره، کارآفرینی میکنه. خب این کارا رو که این دولت نکرده، اون وزیر مسکنش که اومد خیلی پر رو گفتش که ما افتخار میکنیم که یک دونه مسکن مثل مسکن مهر نساختیم. خب شرم بر شما که یه دونه مسکن نساختی، تو میخواستی بسازی، از مسکن مهرم کمتر بودش مردم قبول داشتن، ولی بیشرفی رو ببینیم تا چقدر. 1 میلیون مسکن باید در سال ساخته بشه، اینا زیرو، صفر، هیچی نساختن. حالا دولتی که الان میاد رو کار، اون دولت هر دولتی که باشه، آقای رئیسی و خب وزیرانش، اینا مشکل و مسئله خواهند داشت با این گندی که اینا زدن. تا بخوان که اینا هموار بکنن واقعا یه خواهم بگم چند سالی طول میکشه. در هر صورت دولتی که توشون پر از دزده، از برادر خودش گرفته، حسین فریدون گرفته، تا اون برادر اسحاق جهانگیری، تا نمیدونم پسر عباس آخوندی، تا نمیدونم برادرزاده عراقچی، تا اون نعمتزاده ها، شبنم نعمتزاده که دختر یکی از وزیر سابق این آقای روحانی هست، همین آقای، تمام اینها. ببینین مگر میشه که برادر آقای جهانگیری دزد از آب در بیاد، دزد باشه، کلی سرقت کرده باشه از بیت المال و ایشون ندونه، یا خود آقای روحانی؟ مگه میشه اصلا چنین چیزی امکان پذیره؟ در صورت این دارو دسته یک دارو دسته دزد بودن و مملکت رو چاپیدن و خوابیدن، اومدن خصوصی سازی بکنن، خصوصی سازی به دوستا و آشناها و فامیل خودشون، مملکت رو تاراج کردن. خب آقای رئیسی که وقتی اومد روی کار، 2000 تا از این تولیدی ها رو دوباره به کار انداخت. همه این تولیدی ها همه فروخته شده بودن، همه از کار افتاده بودن و در واقع سرقت اموال ملی بودش که صورت گرفت. خب در صورت
چرا باید اینا محاکمه بشن؟ برای اینکه هر بی سر و بی پایی که بیاد رئیس جمهور بشه و دار و دسته خودش و رفقای خودش رو بیاره تو این بازی و فکر کنن که این بی پاسخ میمونه، اینا بدون سزا و جزا میتونن عبور کنن برن، هر ضرر و زیانی که به مملکت زدن بی پاسخ میمونه. خب معلومه که رئیس جمهور بعدی هم بیاد همین کارو میکنه. اینها الان قانون اساسی واقعا باید تصحیح بشه و یک ماده در این قانون اساسی گنجانده بشه که رئیس جمهور به همین آسونی نتونه هر کاری که میخواد انجام بده علیه خلاف منافع ملی و قصر در بره. در هر صورت من تعجب میکنم که اینا رو حتی استیضاحشون هم نکردن. در دوره همون آقای لاریجانی اومدش تو مجلس، این آقای روحانی 5 تا سوال ازش کردن، 4 تاشو رد شد، بازم این ادامه داد. خب آقای لاریجانی دستش با این رو هم بودش دیگه، آقای لاریجانی که رئیس مجلس بود، اونم به نفع خودش، به اونم به سهم خودش، در واقع به منافع ملی خیانت کرده، به منافع ملی خیانت کرده، کارشکنی کرده. تمام این دار و دسته باید محاکمه بشن. امیدوارم که این گونه بشه. در صورت چرا باید اینا محاکمه بشن؟ یکی برای اینکه اعتماد ملی، اعتماد مردم خیلی آسیب دیده و مردم بسیار زخمی شدن و برای اینکه دلشون خنک بشه و عدالت رو ببینن، اینا حتما باید به دست قانون سپرده بشن. این اصلا یکی از اون مهمترین دلایلی هست که باید چنین چیزی اتفاق بیفته. یعنی رضایتمندی معنوی مردم، عاطفی مردم از این همه اذیت و آزاری که این دولت بهشون کرده، این خیلی مهمه. یعنی میخوام بگم حتی فراسوی زیانهای مالی هستش که به اینها وارد کردن. برای اینکه وقتی اعتماد یک ملت به دولتش، به نظامش از بین میره، خب اون بسیار خطرناک میشه در شرایط ایران امروز که این همه گرگ دوره بر ما ریختن و این همه گرگ دندون تیز کردن برای فروپاشی ایران. خب در صورت این بسیار خطرناکه و میخوام بگم این مرهمی هست روی زخم ملت ایران که امیدوارم قوه قضاییه و مجلس به این بپردازن. و در هر صورت یکی از اون دلایل مهم دیگه اینه که این کمک میکنه به ریشه کن کردن فساد. اینا همشون فاسد بودن، دست کم فاسد مالی، فاسد اقتصادی، فساد اقتصادی و مالی. حالا خدا میدونه این آقای روحانی رو برن دنبالش به جز برادرش ببینن که خودش دیگه چه کارایی کرده، باید برن تحقیقات بکنن و گندش در میاد. من تقریبا مطمئنم که اینطوری میشه. و در هر صورت برای جلب اعتماد دوباره ملت ایران به نظام حتما باید این صورت بگیره. ببینین اغلب مردم وقتی باهاشون صحبت میکنین، اونا تفکیک نمیکنن بین دولت و نظام. اونا حرفشون اینه، تمام اینا رو میندازن گردن رهبرمون و میگن از اون بالا این سیستم فاسده تا بقیه شد، که به نظر من بسیار یه مدلای کودکانه است و یه مدلای خیلی عدالت درش نیست. و من میدونم که رهبر ما و مهرهای پاک در نظام اینا چقدر اذیت و آزار شدن، چقدر بدبختی کشیدن که 42 سال ما جلوی این شیطان صفت ها استقلال و اقتدار خودمون رو حفظ کردیم. و در واقع بسیار بی عدالتی است که گندکاری ها و کارشکنی ها و تمام این فساد و عملیاتی که علیه منافع ملی اینا انجام دادن، اینا باید به اسم نظام نوشته بشه. به نظر من واقعا یه چنین چیزی وحشتناکه. خب برای اینکه اعتماد مردم برگرده به اینکه در ایران عدالت اجتماعی هست و صرفا به خاطر اینکه ما گیر و گرفتار یک مش نئولیبرال آمریکایی شدیم، یک مش بدبخت بیچاره که نگاهشون به برون بوده، به خارج از مرزهای ایران بوده، که
من میخوام بگم که ببخشید خاک عالم بر سرشون که اصلا به توانایی های ملی و و اون امکانات داخلی هیچ توجهی نداشتن و همش این قلب گدایی بیچاره کرده اینا رو، رفته توی خونشون، توی پوست و گوشت و استخونشون و اینها اگر که به اینها بود و ما رهبرمون رو نداشتیم اینها مملکت ما رو به باد داده بودن، مطمئن باشین. و رژیم کودک‌کش صهیونیستی به آرزوش رسیده بود، الان ایران هفت تیکه شده بود، مطمئن باشین یه چنین اتفاقی افتاده بود. و امیدوارم که عزیزان من، شما که بیننده من هستین که میدونم من بیننده های منطقی و معقول دارم و ازتون خواهش میکنم این کلیپ ها رو به اشتراک بگذارین. من الان در کانال آپارات فعال شدم. خب کانال آپارات رو داشتم مدتی هست که داشتم، اونجا برنامه زیادی پست نمی کردم برای اینکه آپاراتم خب به مدلای یه مدلای مشکلات خودشو داره، ولی آپاراتم بد نیست، فضای خوبی هست، یه فضای ایرانی هستش. خب حالا من اونجا فعال شدم و برنامه ها تو aparat.com اون خط کش پروین زمانی اونجا میگذارم، برین و برنامه های من رو ببینین. ازتون خواهش میکنم به اشتراک بگذارین. من فعلا نمیتونم در فضای یوتیوب باشم، هر کانالی که باز کنم همون گروه دستیل خودتون میدونین این باند مافیا سعی میکنن که ببندنش، بنابراین منم برنامه هم اینجا پست میکنم و در کانالایی که دارم، تلگرام و اینستاگرام و جاهای دیگه. خب کمک بکنین که حرف حق شنیده بشه و حرف حق وطن پرستی، حرفی که در واقع برای موجودیت ایران و برای خوشبختی ایرانیان و سرافرازی ایران دارم فعالیت میکنم و به جز اینکه شماها محبت میکنین و پیامهای قشنگی برای من میگذارین، خب یک مشت بی پدر مادر که فارسی زبان فقط هستن که ایرانی نیستن، دشمن مزدور هستن، چقدر اذیت و آزار روانی میتونن بکنن که واقعا در این فضا نمیتونم دربارش صحبت کنم، ولی بدون اینکه اینها هستن، این مزدوران بیشرف. خب انشالله که همه چیزهای خوب برای آدمهای خوب در جهان اتفاق بیفته و صلح و عشق و محبت بین مردمان و بین کشورها ایجاد بشه. فقط لازمش اینه که برخی از این غده‌های سرطانی از بین برن که اینها مایه، اینها واقعا ننگ بشریت هستن. خب دوستتون دارم، با عشق برای عاشقان ایران، زنده باد رهبر عزیزمون، براشون عمر طولانی آرزو داریم و روان شهید عزیزمون شاد، روان تمام وطن پرستان، تمام شهیدانمون که برای نگه داشته خاک میهن ما، برای هر سانسانتش خونهای زیادی دادن و خانواده های زیادی فرزندانشون رو، عزیزانشون رو از دست دادن. من از اونها تشکر میکنم به سهم خودم و دوستشون دارم. خدا نگهدارتون.